من تصویرت هم نداشتم، بعد کلا هیچی رو نداشتم. خب الان خوبی؟ بهتری؟ خوب شد، الان بهتره. آره، من میگم که من خودم رفتم لایو گذاشتم الان، گفتم شاید این مشکل از اینترنت منه، دیدم نه، من اینترنتم خوبه. سلام خب عزیز. سامان، آره سامان عزیز، خیلی خوش اومدی. قبلا چند باری با هم لایف گذاشتیم، ولی کلا هر دوتایمون مخالف هم دیگه هستیم، چون که تو سبک لایوهای من با سبکای لایوهای تو خیلی فرق میکنه. ولی خب این شب دیگه برای هم احترام میذاریم و به خاطر فرهنگ سازی جلو میریم، ولی کلا مخالف همیم در کل. نه بعد میدونی چیه آریان جان، لایو شما لایو فان شوخی هر... من اتفاقا پایین که هستم لایواتو میبینم، پسرم الان اینجا نشسته، من خودم اینجا، واقعا از ته دل میخندیم، اینو جدی دارم میگم. الان اینجا آره کامنت ها خب رو میخونه، یه دفعه جوابشونو که میدی پسرم اون بر میخنده، من این بر. ولی خب من مثلا تو لایو خودم فان نیست، نه اینکه فان نباشه، بعضی کلمات رو مثلا اجازه نمیدن بچه ها صحبت کنن. حالا شما دیگه راحتی، دیگه هر کس اختیار خودشه. خب خیلی خوش اومدی، میخوایم یکم بیشتر عزیز. بشناسیمت، با اینکه همه میشناسنت ولی خب یکم دیگه بیشتر بشناسیمت. یک کوچیک خودتو معرفی کن. 2 ساله هی دارم، 3 ساله دارم معرفی میکنم. خب منه که خب اکثر بچه ها بله میشناسن. بچه ها، من سامان رحمانی هم. ترنس مرد، بعد 5 سال پیشم کلیپم پشت فرمون پخش شد، گریه میکردم، اون شخص همون منم. تطبیق جنسیت هم انجام دادم، عملم انجام دادم، مراحل قانونی که هر چی که بگین و گذروندم. فقط یه خواهشی که ازتون دارم، نه من بیادبی صحبت نمی کنم، دوست دارم کامنتاتونم کامنت های خوبی باشه، کامنت های بد نشانه شخصیت شماست، من اهمیت به کامنتاتون نمیدم، ولی دوست دارم دوستانه با همدیگه صحبت کنیم. درسته. بعد الان عمل کاملت کلان تموم شده؟ من کلن عملمو انجام دادم. یعنی الان شما که یه خانم بودید الان کامل یه مرد کامل؟ من کامل عملمو انجام دادم. خب چه هر سالی که میپرسم و هر کدومشو دوست داشته جواب بده، هر کدومشو بگو دوست ندارم بگم. دست. خب اوکی، از شروع چنج کردن تا الان چقدر طول کشید؟ از روزی که اول شروع کردی و فقط این تایمش رو بهم بگو بعد میریم جلو. تا کی بود علیرضا؟ چند ماه پیش بود؟ زیاد دقیق یادم نیست، فکر کنم 3-4 ماه پیش، 5-6 ماه پیش بود، این حدودا باید بشه. نه تا تایمش، از روزی که اول تصمیم گرفتی که چنج کنی بدن تو، از هورمون شروع کردی، از سینه تخلیه تا الان چقدر طول کشید؟ این فکر کنم 2 سال، فکر کنم پارسال بود دیگه، 1400 من عمل کردم. همین، چون عملای من تیکه تیکه، من مثل بچه های دیگه مثلا اونجوری که اونا عمل کردن، من اونجوری عمل نکردم. روی این حساب موندم کدومو بگم، من هر کدوم از عملامو دوبار دوبار رفتم، سینه دوبار، اون یکی دوبار، اصلا مال من بیشتریش به مشکل برخوردم، حالا کاری ندارم، حالا شکر خدا راضیم به رضای خدا. خب کلا پروسش 2 سال طول کشید برای شما؟ نه مال من آره، ولی خب من چون هم دستم خالی بود، هم که اونایی که مثلا عمل کردن، اول که مجوزه که میگیرن، بعضیا میرن همون فرداش عمل میکنن. من مجوزه گرفتم مثلا فکر کنم یه چند ماه بعد اون رفتم عمل رو انجام دادم دیگه. درسته. سامان جان، دوست داری بگی که اسم دخترونت چی بود؟ اسم دخترونه من نمیخوام اسممو بیارم. به خاطر آره هر سال میرون چرا؟ اگه نه 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 خیلی هم اسممو دوست دارم، اسممو خیلی دوست دارم، چون نام یکی از اماماست، ولی به خاطر اینکه من دیگه بعد اینکه من کل مدارکام عوض شد، کل شناسنامه، کلا یعنی مدارکام عوض شد، دوست ندارم دیگه هر جا رسیدم بگم من فلانی بودم فلان فلان. من فقط یکی رو که هیچ وقت هر کی هم از من بپرسه بهش میگم، مثلا میگن شما مردی یا زنی، من فقط اینو میگم، میگم مادر 2 تا بچه. همین، مادر 2 تا بچه. خیلی عالی، چون حس مادری سر جاشه. اوکی آقای سامان عزیز، چند سالت اول اگه دوست داری؟ اونو که نمیتونم مخفی کنم، الان 16 آذر میشم 43 سال دیگه. 43 سال. آخه ترسیدم اگه میگفتی نمیتونم بگم، هنوز
یکم از شخصیت های خانومی تو وجود تگ سنتو نمیگفتی. نه اتفاقا من سنم و آریان چیزی که میگم دقیق میگم، خب چه اون موقع که تو پوشش بودم دقیق میگفتم. سن چیزی، سن یه عدده. خب بعد 43 سالته با این همه سختی که داشتی چرا انقدر خوب موندی؟ زن خوب منو خوب نگه داشته دیگه. زن خوب، خب خدا رو شد. خب اوکی، برمیگردیم به گذشته. چند سالت بود ازدواج کردی؟ ازدواج اول بکنم 17 بودم، 17 بین 18، 17 و 18، وسط ما بین 17 و 18. خب چون سال خیلی زیاد دارم و تایم لایبم کمه، فقط خلاصه جواب بده. 17، 18 سالت بود ازدواج کردی، چرا؟ اون حالی که گفتم دیگه، دوباره از اول سوال. آریان جان عمت، این سوال مال اون موقع که خب. 5 سال من دارم توضیح میدم. اوکی، ولی فقط برای فرهنگ‌سازی بچه‌های جدید بفرمایید. درست. ببین اونایی که میگن ترنس‌ها ازدواج نمی‌کنن، ترنس‌ها از بدر تولد ازدواج نمی‌کنن، اینو من قبول ندارم. یه خانواده‌هایی هست الان اکثر بچه‌های ترنسمون همشون ازدواج کردن و جمع دارن، به یه شرایطهایی مجبور به ازدواج شدن، به یه دلایلایی، منم به یه دلایلای خاص خودم، خب؟ ولی بعد یه مدت طلاق گرفتن، الان تطبیق جنسیتشون رو انجام دادن، دارن زندگیشون رو میکنن. اوکی، فقط سوال منو همین که میپرسم جواب بده، در مورد ترنسای دیگه صحبت نکن، فقط از خودت صحبت کن. چرا ازدواج کردی؟ گفتم که به دلایل شخصی خودم. به دلایل شخصی خودت. اوکی، چی فامیلی بود، سنتی بود، دوست دختر دوست پسر؟ نه بابا، دوست دختر دوست پسر چیه؟ من خودم مگه تو پسر هر پسری رو میدیدم یه دونه شوت میزدم اونجایی که نباید باشن. این به یه دلایل شخصی خانوادگی، حالا دیگه نمیخوام زیاد تکرار کنم. آره اوکی، رفتیم جلو. اولین بچه تو بعد ازدواجت کی بود؟ اولین زایمانت؟ زایمان نه، سزاریه. آره. بکنم یک سال و نیم، دو سال بعد از ازدواج. خب دو سال بعدش. تو 18 سالگی نمیدونستی ترنس مردی؟ نه. نه. حسم به زن بود. آره حسم به زن بود، ولی نمیدونستم مثلا ترنس چیه. ترنس چیه؟ چرا حامله شدی؟ خب حاملگی، خب مگه آدم خبر داره چجوری حامله؟ مثلا تو شهرنشین نبودی که بگی آقا اون موقع تو روستا مگه معذرت میخوام کاندوم بود؟ یا میگفتن آقا هر کی میرفت یه دونه لب چشمه یه دونه کاسه برمیداشت دوتا دوغلوت میذاشت تو شکمش میومد فردا میذاری؟ مگه کسی اون موقع ها به ما یاد میداد که چیکار کنین که حامله نشین، چیکار نکنین حامله؟ من اگه میدونستم گرس است، الدی است، الان میدونیم اینا رو، اون فلان باتکنک است، اینجور چیزا هست، خب جلوگیری میکردیم. بعدش هم من اصلا میگم که ببین آریان، اینو من بذار کامل توضیح بدم. خب من اگه میدونستم، من گرایشم به خانوم بود دیگه، خب من اگه میدونستم اون موقع، اگه میدونستم ترنس چیه، یکی به من میگفت، من اصلا توضیح میداد، اصلا نه که بگم بچه نمی آوردم، من الان میگم خدای شد دوتا بچه دارم. نمیدونستیم، کاش میدونستیم، ولی بازم میگم شکر. اینا یکی اینجاست جیگر. ولی من اگه خودم باشم هیچ وقت نمی آوردم، با اینکه تو میگی، تو میگی خدا رو شو، اگه بازم میدونستم ترنسم بچه تو می آوردی. نه اشتباهه. ببین وقتی که یه زندگی رو دیگه تجربه کردی، بخوای نخوای اون زندگی رو تجربه کردی، با سختیش، با دردش، با هر چیزش، خب دیگه الان من تطبیق جنسیت انجام دادم، من آرزومه، یعنی ببین از خدا میخوام یه بچه از خانوم خودم به من بده، یعنی ببین گل دادم جهاز دو تا عروس رو بدم اگه یه بچه از من خانومم به من بده. اگه خب الان ما باردار، خانومم باردار نمیشه از من، ولی الان عصای دستم هست، میدونم آقا خدا شکر انشالله همیشه خدا ببخشه. بعد یه پسر داری یک دختر؟ آره، خودم خیلی دوست داشته که یه پسر یه دختر. چند سالشونه بچه ها؟ دختره 19، پسره فردا تولدشه، میره تو 17 سال. 17. پس اوکی، فرزند اول دختر به دنیا اومد و بعد چند سال دومی؟ شیر به شیر شدم، میگم که اگه میدونستم خب اونو ندونستم، اینو جلوگیری میکردم.
بعد این که هنوز تو شیر بود دوم میرم حامله شدی. فاصله زیادی با هم نه. فاصله نبود. بعد اوکی گذشت همجوری. چند سال زندگی مشترک داشتی با شوهرت؟ من فکر کنم 18 دخترم 21 سال فکر کنم 22 سال 22 سال زندگی مشترک داشتی. کی جدا شدی؟ 5 سال پیش که من دیگه اقدام کردم به تطبیق جنسیتم، طلاقم هم اقدام کردم، مجوزم و طلاقم تو یه روز صادر شد. یعنی فکر کنم مجوزم 3 سال پیش گرفتم دیگه، 3 سال پیش هر جفتش با هم شد. اوکی، یه سوالی دارم. در قانون جمهوری اسلامی یک زنی که مرد میشه آیا مهریه بهش میرسه یا نه؟ من نگرفتم، نمیدونم، ولی خیلی از بچه ها گفتن تعلق میگیره، چون اون 20 سالی که باهاش اگه تطبیق جنسیت رو انجام بدی فکر کنم نرسه، ولی خب. قبلش فکر کنم برسه، چون من مهریه نگرفتم. مهریه نگرفتی؟ خودت نخواستی یا ندادن؟ نه، ما هنوزم مثل دوست کنار همیم. ما خانوادهمون از دست ندادیم به خاطر پول یا مهریه یا چیزای دیگه. من نخواستم به خاطر پول خانوادهمو از دست بدم. اوکی، خب دو تا بچت به دنیا اومد، گذشت، کجای زندگی کردی؟ جرقه اول کجا خورد؟ از کجا فهمیدی؟ جرقه دوست دخترم به من گفت دیگه، ناکس دیر گفت. من 28 سالم بود به من گفت. 28-27 سالم بود، من دوست دختر داشتم. بعد گفت میدونید شماها ترنسین؟ گفتم ترنس چیه؟ بعد مثلا من فکر میکردم خودم تو ایران الان به ماها مثلا میگم برین هم جنس باز، اسمای عجق و جر رو ماها میذارن دیگه، اکثر بچه هم بپرسی. من مثلا نمیدونستم چیم. خب گرایش داشتم، دوست داشتم مثلا خانوم کنارم باشه، ولی گرایش خودم رو نمیدونستم. بعد آره دوست دخترم برگشت گفتش که خیلی از بچه ها اینجا تطبیق جنسیت انجام دادن، عمل کردن، ولی عمل آخرشون درست نبود، خودشون حالا از بین بردن. گفتم یعنی چی؟ گفتم مگه میشه عمل؟ گفت آره. از اون موقع دیگه رفت رو مخم. یعنی کارامو داشتم اوکی میکردم، اون برنامه ریزیام اوکی میکردم، کی چه زمانی اعلام کنم. روز تولد دخترم 15-16 سالش بود اعلام کردم دیگه، شروع کردم به کارم. یعنی اگر که اون دوست دخترت به تو نمیگفت که عملی وجود داره، تو داشتی زندگی تو میکردی؟ آره دیگه، با همون با دوست دخترم رو داشتم زندگی من میکردم دیگه. خب من نمیدونستم عمل هست. بعد تو توی یک زندگی مشترک بودی، چرا دوست دختر داشتی؟ چه ربطی داره؟ چون من گرایشم به مرد نبود، دوست نداشتم. اون لذتی که کنار زن خوابیدم به من آرامش میداد، کنار یه مرد به من آرامش نمیداد. همه هم دنبال آرامشن، همه هم دنبال اون چیزی هستن که بهش آرامش بدن. من وقتی که کنار یه خانم به آرامش میرسم، کنار یه آقا نمیرسم، پس من میرم کنار اون خانم زندگی میکنم. خب حالا برعکس بگیم، یعنی این که مثلا یک لیدا جانم مثل شما ترنس خانومن، باید توی زندگی مشترکش میرفت بغل مرد میخوابید و به زنش خیانت میکرد، میگفت من آرامشم کنار تو نیست. این اصلا خیانت نیستش. کی میگه خیانته؟ چه یعنی چه خیانت نیست؟ خیانت نه، تو زندگی مشترک بودی، رفتی بغل یکی دیگه خوابیدی، این خیانته. ببین بغل یکی دیگه اولندش اون موقع چون تو پوشش بودی هم نوع خودم حساب میشه. اگه بالاخره تو حست به دختر بود. خب حس به دختر باشه آریان، یه سوالی میپرسی بعضی موقع آدم خندش میگیره. ببین آدم خندش میگیره. ببین لیدا یه مردی بود که زن شده، اونم بره کنار یه مرد بخوابه ولی بگه چون همجنسم بود خیانت نیست. نه گوش کن، بذار من اینو بگم. آریان اگه من تو اون پوشش کنار یه مرد میخوابیدم، به نظر من میشد خیانت. من کنار یه زن، الان شما یه خانم، دوتا خانم کنار هم نمیخوابن. بحث این نیست که تو هم جنست بوده، بحث این بوده که حس تو یه چیز دیگه بوده. من اینو دارم میگم. خب حس یه چیز دیگه بود. وقتی که در مورد این که نمیدونی تو یه مردی زنی، این چجوری بگم، نمیدونستی مثلا چی، من نمیدونم، شما میگی خیانت، حالا هر چیزی که خودتون میگه خیانت بوده، هر چی بوده، ولی به هدفم رسیدم. این مهمه برای من. من فقط سوال کردم حالا که شما انجام دادی، میخواستم ببینم
اون موقع حس نمی‌کردی که داری به شوهرت ظلم می‌کنی؟ نه نه، چون از اولشم من بهش حس نداشتم. اگه من از اولشم میدونستم که عمل تطبیق جنسیت انجام میشه، تو همون مراحل باز من از این شخص طلاقم رو نمیگرفتم، باز زندگی میکردم. دلیل داره. من فقط یه سوال ازت میپرسم جواب بده. من یه پسریم که میخوام دختر بشم، الانم زن دارم و من چون جسمم پسره با یه مرد میخوابم، با اینکه زنم دارم بچم دارم، و این آیا با اون میخوابم اشغال میکنم؟ این از نظر شما فقط آره یا نه، خیانت هست یا نه به اون زن؟ به اون زن دیگه اینو من نمیدونم. اونو برو از خودشون بپرس. من حرف خودم رو میزنم، شاید اون طرف بیاد بگه خیانت نیست. شما از من سوال میپرسیم، به من میگه خیانت، من میگم نه، از نظر من خیانت نبود، چون من زندگی رو دوست نداشتم. خب حالا اون شخصی هم که مثلا میگین که مرده میخواد بره کنار یه زن بخوابه، اونو لیدر رو بیار بار از خودش بپرس. من جواب سوال اونو من نمیدم. من خودم رو میگم فقط آره یا نه. من یه پسرم آریان، دوست دارم با یه مرد ازدواج کنم، جسمم هم مرده ولی الان زن دارم، دو تا بچه‌م دارم، تو زندگی مشترکم هستم. بعضی موقع ها میرم بغل مرد میخوابم و باهاش عشق و حال میکنم، زنم هم هست. آیا از نظر شما این خیانت حساب میشه یا نه؟ تموم. من نمیتونم جواب بدم، نمیتونم بگم آره، نمیتونم بگم نه، چون اینا من از اینا سر در نمیارم که بخوام جواب بدم. بگم آره میشه یه چیز دیگه، بگم نه من از خودم میگم به هیچ عنوانم گردن کسی دیگه هم نمیندازم. من میگم خیانت نیست، دوست داشتم، عشقمو کردم. چجوری بگم؟ نه که عشقمو کردم و من از اولش هم مرد و کنارم دوست نداشتم. حالا شما میگی خیانت، شایدم خیانت بوده، خیانت به اون مردی که باهاش زندگی میکنم، ولی از نظر من خب این شاید خیانت بوده که یه من خانم ایشون بودم، رفتم بغل یه دختر دیگه خوابیدم. بله. خب شاید از نظر اون خیانت بوده، بگه تو مثلا خیانت کردی در حق من که مثلا رفتی بغل اون خانم خوابیدی، ولی من از روز اول که فهمیدم خودشون هم خبر داشتم من دوست دختر داشتم، پس وقتی که خودش میدونست من دوست دختر دارم این خیانت حساب نمیشه. ولی یواشکی بری بله بغل یکی دیگه بخوابی، بله میشه خیانت. من دوست دخترم رو میآوردم تو این خونه کنار بابای بچه‌م، من تو اون اتاق میخوابیدم، ایشون تو این اتاق میخوابید، پس خودش میدونست خیانت نبود. من از نظر شما من از این بحث میام بیرون، چون این خیلی بحث بزرگیه، چون به نتیجه نمیرسیم. چون من حتی خودم رو میزنم. آره، چون ماها خوش بلدیم که خودمونو چجوری گول بزنیم و قانع کنیم. نه گول زدن نیست. ببین آریان، باز دارم تکرار میکنم، اگه اون طرف به نظر شما میگین خیانت، میگم که اگه اون طرف ندونه بری این کارو بکنی، حرف شما درسته. خب؟ من در هر صورت خیانت میدونم. آره. چه بدونه چه ندونه خیانته. حرف شما درست، ولی مال من خبر داشت. خب. اوکی، اگه خبر داشت اوکی، ولی از نظر خودم که خیانت. نه نه، من حتی آبم میخوردم بهش میگفتم، هیچ دروغ بین ما نبود تو زندگیمون. الانش هم نیست. اگر که خبر داشته آره اون اوکی. بله. مشکلی نیست. ولی کلن اسم دوست دخترم چی بود؟ یه لحظه پسر، اسم دوست دختر من چی بود؟ بهشر بلند بگو. مریم. شنیدی؟ بچه هم خبر داشتم. نیازی نیستش من مخفی کاری کنم. مثلا ما یه عادتی که تو خونه داریم، الان هم داریم زندگی میکنیم، مخفی کاری تو زندگیمون نداریم، رو راستیم با هم دیگه. رو راستیم. خب خیلی خوبه. گذشت بعد دوست داری در مورد دوست دختری صحبت کنی یا نه؟ بریم جلو. نه اون دختره بالاخره آبروی من، بالاخره آبروی اون آبروی من، اصلا به هیچ عنوان نمیخوام اسمش رو بیارم. اسکیپ میکنیم دوست دختر، اسکیپ میکنیم، یعنی میریم جلو. بعد آره میریم جلوتر. گفتی بعد از چند سال زندگی اون خبر رو شنیدی که گفتن تغییر جنسیت هست؟ فقط سالش رو بگو. آریان من دیروز یادم نمیاد چه سالی. من 28 سالم بود. گفتم 28 سالم بود. نه منظورم اینه که بعد چند سال بعد زندگی، 2 سال 3 سال، اینو فقط تطبیق جنسیت رو میگی؟ نه میگم بعد
چند سال که تو زندگی مشترک بودی اون دختره گفتش که آره تغییر جنسیت است و این طلاق خورد؟ 5 سال 6 خب میگم که میگم 28 سالم بود، من تو 38 سالگی اقدام کردم، 10 سال زمان بود. خب 10 سال، اوکی، همین رو می‌خواستم بدونم. آره. خب 10 سال زندگی مشترک داشتی و اون روز فهمیدی به وسیله دوست دخترت فهمیدی که این هستش. از اون روز شروع کردی؟ نه، از اون روز برنامه ریزی کردم، شروع نکردم. برنامه ریزی میکردم ولی به کسی نمیگفتم، به هیچ احد و ناسی. اوکی، برنامه ریزی میکردی. اوکی، الان شما به عنوان یک ترنس، یک زن ترنس، زن که آقا شدید، مرد شدید، آره، خب یه خانوم بودید که آقا شدید، میشه ترنس زن به مرد. شما به عنوان یه ترنس زنی که آقا شدید، الان دوستانی که ترنسایی که خب هی دارن ترنس شو آب میکنن، یعنی خودشون رو نشون میدن، هی دارن با فرهنگ سازی های ما دارن کم کم خودشون رو میشناسن، اولین کاری که باید یک ترنس زن بکنه چیه؟ از چه لحاظ؟ اولین کار کامل بگو. اولین کار اینه که باید خودشو بشناسه، عملی بکنه، چی کار کنه؟ من اینو سر در نمیارم، سوالتو واقعا متوجه نمیشم. مثلا میگم که مثلا یک شمایی که مثلا تجربه داری 43 ساله، یه دختری که ترنسه و میخواد پسر بشه، باید درست. اولین کاری که بکنه چی کاره؟ به خانواده بگه؟ سینه تخلیه کنه؟ خودش رو خودشناسی کنه؟ متوجه شدم. ببین، کسی که ترنسه اولا بهش خانواده از حرکات فرزندانشون متوجه میشن. بله. اون خانواده موظفه بچه‌شو به روانشناس ببره. خب ببین، من نوعی که مثلا دیر اقدام کردم، علتش اینه که اون موقع گوشی ها نبود که مثلا مادر من منو ببره دکتر بگه این چرا مثلا همش دوست داره مثلا با دختره باشه. اگه اون دوره میکرد الان من همچین حالتی رو نداشتم. اولین کار خانواده ببره بچه‌هاشو مشاوره. خب بعد مشاوره بعد اینکه تایید کرد که فرزندشون واقعا ترنسه، که ترنس بودنش اثبات شد، اون خانواده یا باید قبول کنن یا باید با درد بچه‌شون جلوشون پرپر بشه و نگاه کنن، یا بیشتری هم که دیدی که اوکی. بعد اینکه قبول کردن چیکار بکنش؟ از شروعی بعد اینکه خانواده قبول کرد، مشاوره تموم شد، میرم پزشک قانونی. بله. پزشک قانونی یا من خودم از دادگاه، بذار خودم میگم، من از دادگاه اقدام کردم. خب نه از پزشک قانونی، معذرت میخوام. من اولش نامم رو بردم پزشک قانونی، پزشک قانونی اونجا منو تایید کرد. بعد اون چی میگن مراحلی که اونجا باید طی بشه، خب. اونجا نامه اقدام داد، چیز شد به دادگاه. بله. دادگاه هم اونجا تایید کرد، مجوز عمل رو میده. دیگه مجوز عمل که دستته، هر لحظه میتونی پول داشته باشی، فردا هم بده دکتر برات عمل کنه. یه سوالی، طلاق شما دلیلش تغییر جنسیت بود یا چیز دیگه؟ تغییر جنسیت. در مثلا طبق قانون ایران برای تغییر جنسیت بعد چه کاری بکنی که طلاقتو بدن؟ تغییر جنسیت اولندش اونی که میخواد مجوز بگیره. مال من اصلا همه تعجب میکنن. بله. مال من مثل آب خوردن رو افتید. بله. تموم شد. ببین، من پزشک قانونی رفتم، بابای بچه‌مو نخواستم. دادگاه رفتم، بابای بچه منو نخواستم. مجوزم صادر شد، بابای بچه منو نخواستم. خیلی اصلا همه تعجب میکنن، ولی از اون یکی ها اگه برای مشاوره بابای بچه‌م رفت. آره. خب مشاوره که رفت دیگه اینجاها منو اونا نخواستم. من حتی اومدم عملم هم مجوزم که صادر شد، ما تو طلاق توافقی نوشته بودیم دیگه. بله. رفتیم مجوز نشون دادم به قاضی، قاضی گفت چرا طلاق توافقی؟ تو باید الان مهر بخوره بری، تو مردی. مال ما به یه صورت دیگه انجام شد، ولی بچه های دیگه باید طلاق بگیرن، حالا یا توافقی یا نمیدونم به هر نحوی، یا اون نامه رو ببرن دادگاه تا
طلاقشون صادر بشه. مثلا میگم که مثلا میگم مثلا توی برای طلاقشون ترنسایی که خانومن که آقا میشن، مثلا اینی که میگن که اوکی تو باید بری اول مثلا سینت رو تخلیه کنی یا پایین تو چنج کنی، این قانون ها هست یا نه؟ تو طلاق، تو طلاق مثلا بگن آره تو بعد الان تو نه سینت رو نه باید خالی کنی، چنج تو نه نه کامل کنی، نه بعد چی باید نه طلاق بگیری؟ نه نه اصلا هم همچین چیزی نیست. آفا. دو تا زن و مسائل مرد، زن و شوهر، آره بیشتر یا علکی میگن زن و شوهر که به توافق، اگه اون مرد طلاق نده نمیتونه اون شخص بره حتی مجوز عملش هم بگیره، باید طلاقش صادر بشه بعد بره دنبال مجوز عمل. مجوز عمل که بیاد دیگه طلاق باید صادر بشه. حالا من نمیدونم اینا چه حرفایی دارن علکی از خودشون نه نه برمیدارن. من سوال میکنم، سوالای منه. اوکی من فکر کردم نه بچه نه ها گفتن. فقط این سوالی که تو ذهن من میاد. اوکی پس شما میگی در قانون جمهوری اسلامی کسی که تویی که ترنس زنی و میخوای مرچی اول باید طلاق بگیری بعد تغییر جنسیت بدی. بله خب طلاق بگیری تا بری دادگاه مجوز تو بدن، مشاوره پزشک قانونی، چون همه اینا پدر بچه تو میخواد، طلاق نامه از تو میخواد. حالا اومدیم اگر یه خانمی علیکی گفت من ترنسم فقط میخواست جدا بشه، اونو مشاوره باید تعیین کنه. مگه آه. علکیه؟ چی دارم میگم؟ مشاوره باید تایید کنه که تو ترنسی. بعد از مشاوره پزشک قانونی، قبلا 1 سال و 2 ماه 3 ماه بود، الان 33 ماه کردن. به خاطر چی؟ به خاطر همین کارهایی که بچه ها میرن میگن آقا تعدیهشون رو میگیرن یا مثلا بعدش پشیمون میشن. الان یه کاری کردن بچه ها به خودشون بیان، مشاوره ها رو زیاد کردن. مشاوره ها زیاد کردن. آره. خب بعد اینا گذشت، به اولین کسی که گفتی من ترنسم کی بود؟ اولین کسی که گفتم خونه دخترم بود، بابای بچه‌م بود، پسرم بود. گفتم من میرم دنبال تطبیق جنسیتم دیگه. میگم فرداش که من امشب انگار با دخترم صحبت کردیم، یا فرداش یا چند روز بعدش، یه زیاد دقیق یادم نیست، دخترم خودش منو بود مشاوره. من تو خونه اعلام کردم، به خانواده‌ام، به برادر، به مادر، به خواهر نگفتم. چرا؟ چون من با اونا زندگی نمی‌کنم. نمی‌کردم. زندگی من جدا بود، دو بچه‌هام و بابای بچه‌م. من اینجا اومدم گفتم، جای دیگه نگفتم. نه. اوکی، 20 سال تو زندگی مشترک بودی، درسته؟ آره. چه حسی داشتی وقتی که کنار شوهرت می‌خوابیدی؟ که خب مسلمه، خب حسی که اون حسی که باید داشته باشی رو نداری، انگار به اجبار، انگار به اجبار داری، انگار یه بیگناه داری دار میزنی. و سلام. و سلام. بعد اذیت میشدی؟ مگه میشدم اذیت نشه؟ اون سکسی که بذار من رک شما که حرف زدی، منم اینو میگم، اون سکسی که یه زن و شوهر از همدیگه لذت میبرن، من اونو نداشتم. این یک. اون سکسی که باز زن اون چیزی که برای شوهرش چیز میکنه، من نداشتم. نداشتی. آدم نمیتونه توضیح بده، من اینا رو خوشم نمیاد توضیح بدم از روابط جنسی، چون تو لایو خودم هم صحبت نمیکنم، چون اون یه چیزای شخصیه. ولی من به کلی میگم اصلا من از زندگی قبلم لذت نبردم، الان واقعا دارم لذت میبرم، با این حال که تنهام ولی لذت میبرم. منظورم اینه که خب شوهرت اوایل نمیدونست که تو ترنس مرد هستی، به تو نمیگفتی چرا ببین. نه ببین، یه چیزی هم بهت بگم، بعضی از مردا خیلی گیر میدن به همسرشون، چرا کنار این زن خوابیدی، چرا اون زن تو رو بوس کرد، چرا چرا چرا. ولی بابای بچه من واقعا یه آدم منطقی مرد داری. سوال من این بود که وقتی که مثلا شوهرت بهت نمیگفت مثلا دیگه شوهر چیه، بابای بچه، من خودم شوهری که دیگر بابای بچهت نمیگفت که تو چرا انقدر نسبت به من سردی؟ چرا گلایه میکرد به مامانم، مامانم زنگ زد چه پنگزه چرا نمیخوابی فلان بهمان، گفتم خوشم میاد. خب خوبه، آخه چون زنم بودی، چون مرد بودی میتونستی با خودت کنار بیای. آره، فقط بیشتر فوشای مامانم رو میشنیدم، فوشای مادر تو میشنیدم. بچه یه سوالی، آیا فکر میکنی به خودت ظلم کردی در این زندگی یا به بابای بچه ها؟
من به هیچ کس ظلم نکردم، چون قبلش هم بهش میگفتم برو زن بگیر، نمیگرفت، چیکار کنم؟ نه در کل میگم تو من با فکر میکنی ظلمی به فیلم، کسی تو نکردم. فیلم فکر ظلم و میکنی ظلم داستان و کی قربانی ظلم شده؟ اون، ببین هیچکی. چرا؟ شاید بگیم بابای بچه، شاید بگیم بابای بچه، من 10 سال پیش، نه 15 سال پیش، من همیشه هم میگفتم، حتی دخترمم به دنیا اومده بود، من میخواستم برم طلاقمو بگیرم، ولی به خاطر دخترم، چون شیرخواره بود، گفتم فردا نگه مامانم به من شیر نداد. به خاطر دخترم، به خاطر بچه هم من صبر کردم. این وسط کی سوخت؟ من سوختم، من جوونیم رفت. یعنی من باید اگه میدونستم تو سن 18 سالگی اقدام میکردم، الان شاید به یه جاهایی رسیده بودم. ولی من الان 19 سال، دخترم 19، این 17، این که اون موقع بچه سن بود 16، حساب کن 4 سال پیش، تا 4 سال 16 سال من پای خیلی چیزا سوختم. چرا همیشه باید زنا بسوزن مردا نسوزن؟ این واسه من خیلی سواله. چرا باید مادرها بسوزن پدرها نسوزن؟ چرا تا یه چیزی میشه پدرها میگن بچه‌مونه، ولی مادر اینجا هیچ چیزی نداره؟ من از هیچ جا نمیگم قربانی کردم، اتفاقا من به بهترین جا رسیدم، به هدفم رسیدم، خیلی هم خوشحالم. هر کی سوخت برای خودش سوخت، برای من نسوخت. نه من نگفتم شما قربانی کردی، گفتم تو این داستان به نظر تو کی قربانی شد؟ هر کی شد برای خودش شد، مگه اونا نون آبه ما را میدن؟ هر کی شد فدایی تارمون، برای من اهمیت نداره. اهمیت نداری وقتی که به دخترت و پسرت و به بابای بچت تو خونه گفتی که هلی. من ترنسم و میخوام تغییر جنسیت بدم، چی گفتن؟ اون موقع که دوست دخترم به بابای بچم گفت سامان میخواد تغییر جنسیت بده، هیچ وقت من یادم نمیده، هیچ وقت. برگشتم گفتم، گفت من سامان رو میخوام. گفت من میدونم شما دوتا عاشق همین، خودش هم اگه اینجا بود اینو از دهنش میشنیدی. گفت من میدونم شما دوتا عاشق همین، ولی من به قرآن پول ندارم که بدم بره عمل کنه. واقعا هم نداشت، اگه اون موقع داشت میداد، چون میدونم اون مردی بود که هنوزم ما پشت همو خالی نکردیم. خوب. اگه اون نیاز داشته باشه من کمک میکنم، من نیاز داشته باشم اون موقع من 405 داشتم، به من گفتن عمل جراحی، همون دوست دخترم خدا لعنتش نکنه، به من گفت 100 میلیون میشه، ولی 100 میلیون نبود. اگه میدونستم، من اون موقع 20 میلیون پول ماشینم بود، 405 داشتم، اونو میفروختم میرفتم حالا اینا، ولی باز دلم نمیومد. اینم مراحل بعدی بهتون میگم چرا دلم نیومد، میگم بعد. خب حرف بزنم. نه خوبه. عکس العمل دخترتون و پسرتون چی بود؟ پسرم که اصلا هیچی، پسرم هنوزم منو دوست داره. خب دخترم مسلمه ناراحت شد، گریه کرد، ولی دختر من آدم منطقیه. خب نشست فکر کرد، گفت بلند شو بریم. من هیچی از اینا ندیدم تا الان به من بگن چرا مادرمون از ما گرفتی، چون من هنوزم مادرشونم، جارم میزنم، چون یه مادر نمیتونه. من جسممو عوض کردم، قلب مهر مادریمو که عوض نکردم. اوکی، تو بیشتر رو جسمت کار میکنی یا توی روحیه، روی روانت، رو باطن؟ من جسمم عوض شده، الان با روحم و جسمم حال میکنم. حال میکنی وقتی که مادر شدی، با اینکه روحیه یک مرد داشتی و توی یک بدن یک زن بودی، چه حسی داشتی؟ همه مادرها خب زایمان رو دوست دارن، فرزندشون که به دنیا میاد یکی از بهترین لحظه های زندگیشون میدونن، ببین، ولی تو یک مرد آریان بودی، چه حسی داشتی؟ درسته. ببین، مرد بچهش رو دوست داره، یه مرد گنجشکم دوست داره. شما یه موجود زنده رو از شکم خودت بیاد بیرون میتونی بندازی اونور؟ شما یه یاکره میبینی از جلوی ماشینت نشسته، ترمز میزنی، ماشینت انجا تا انجا میکشه، میتونی یه موجود زنده رو بکشی؟ نه. پس منم همون موقع که یه موجود زنده از بدن من میاد بیرون، خب مسلمه آدم نازش میکنه، نوازش میکنه، بوسش میکنه. بچه چه گناهی کرده که بخوام بگم اه درش دار بنداز اونور؟ من تو این متعجبم. این سوالت واسه من خیلی جالبه. خیلی از بچه های ترنس برگشتن گفتن نه، اگه ترنس بودی بچه هاتو نمی آوردی به دنیا، نمیدونم
نازش نمی کردی، شیر نمی دادی، بوسش نمی کردی. من اینو قبول ندارم. اوکی. نه میخوام ببینم همه چیه که تو میگی درسته، میخواستم اون لحظه حست چی بود. همین حسی که ببین، من اون حسه من یادم نمیاد 22 سال پیش چه حسی داشتم چه حسی نداشتم. من دیشب نمیدونم شام چی خوردم، خب. ولی من دوستش داشتم، چون اینقدر ناز بودن نگاه میکردم کیف میکردم به اینا. الانم دوستشون دارم. در فامیل، همسایه، منطقه احساس امنیت نمیکردن از دست تو؟ چرا احساس امنیت نمیکردن؟ خب اتفاقا همه کنار من امنن. منظورم اینه که وقتی که تو چیز بودی، جسم دخترونه بود، باید با دخترها توی مثلا تو ایران، چون پسر با پسر، دختر با دختر و چیزی مشترکی درست ندارن. تو وقتی که در دخ جسم زن بود، در کنار دختر بودی، همبازیات دختر بود، همه چی تو جمع زنونه بود، مثل عروسی که الان مردونه جدا، زنونه جدا، تو زنونه بود اونا. و حسای چون تو که حس دختر دوست داشتی، دختر احساس امنیت میکردن کنار تو، یا اون یوز میکردن؟ آره بله، دلیل داره. چون من حول نبودم هر دختری رو ببینم، هر زنی رو ببینم برم بغلش کنم، ماتش کنم، آغوشش بگیرم، از خودم حولی نشون بدم که حتی منو تو جمعشون راه ندن. اتفاقا هر جا عروسی بود، مراسم بود، هر چی بود، تا من نمیرفتم میگفتم خوش نمیگذره به ما. من انقدر که پیش اونا محبوب بودم، الانشم هستم. مونده به طرز رفتار و شخصیت طرف. اوکی درسته. بعد مادر چی گفتن؟ پدر چی گفتن وقتی بهشون گفتی؟ پدر که نداشتم. خب مامانم، خب مسلمه مامان از این بروزا نیستن که آپدیت نشده ان، حقیقت زنه قدیمن اینا. خب مسلمه الانم من برگردم بگم من میخوام برم دوباره بشم همون شخص سابق، ببین میرن گاو و گوسفند میکشن. خب مسلمه قبول نمیکنن. خب ولی الان نه که اون موقع، آره اون موقع قبول نمیکردن، ولی الان شکر خدا تو این 4 سال همه چیز برگشته به روال عادی. انگار من همون شخصم دوباره، اسمم هم همونه، تو خانواده، تو فامیل خدا رو شکر اوکی شدیم دیگه، همه دیگه. با چند نفرشون حرف نمیزنه، ما خوشم نمیاد ازشون، ولی خب با بقیه یاره. با اوکی. بعد اینم گذشت. بعد موهای درست کرده برای خودش. باید طلاق میگرفتی؟ برای تطبیق؟ نه کلن باید طلاق میگرفتی، نمیتونستی عمل کنی و کنار بابای بچهات باشی؟ نه، طلاق که باید ساده بشه. الان شما این شخص رو بفرستی وسط یه زن، فکر کن اصلا عملی انجام نشده، اصلا تخلیه هم انجام نشده، ریش و سیبیل و قیافه مردونه، بفرستی وسط زن، به نظرت زن ها میشینن میگن قربونت برم؟ همه فرار میکنن. خب این مرد وسطمون چیکار میکنه؟ تو حساب کن بیای عملاتو انجام بدی، بعد اسمت بمونه همون اسم قبلی؟ نه میگم باید بود که طلاق میگرفتی؟ باید که اصلا باید این کار انجام بدی. این دیگه تحمیلیه، باید طلاق بگیری بری دنبال تطبیق جنسیتی، دنبال هر کاری که دوست داری. وقتی که ترنس ها از جسم خودشون راضی نیستن، وقتی که میرفتی جلوی آینه و بدن خودتو میدیدی، چه حسی داشتی وقتی که یه زن بودی دوتا سینه داشتی؟ واقعا آره، حس بدیه، واقعا خیلی حس بدیه. چه حسی داشتی؟ بیای مثلا تو پوشش مردونه باشی، مثلا بری جلوی آینه، مثلا آینه که نه، تو آینه خب با لباس آدم میره دیگه، میری هموم یه نگاه بالا یه نگاه پایین، 2 کیلو اینجا آویزون، 2 کیلو اینجا آویزون، 250 گرم اونجا آویزون، خب مسلم آدم حس بدی داره. واقعا آدم، من خودم الان دیگه خیلی راحتم، شکر خدا خیلی راحتم. تا چند سال پیش واقعا عذاب میکشیدم. خیلی عذاب، واقعا عذاب میکشید وقتی میرفتی همو؟ آره خدا سرشاده، به دکتر من گفتم عذاب آوره. نه تنها من حرفم دروغ، خوشم نمیاد بگم، واقعا عذاب آوره تو یه جسم. نه اینکه ها مثلا عذاب آور، مثلا آدم دوست داره اون چیزی رو ببینه که این همه تلاش کرده به هدفش رسیده. بیای به جای اینکه یه چیز رو ببینی یه چیز دیگه ببینی، خب دیگه
اوکی، یه سوالی دارم. 20 سال تو زندگی مشترک بودی. مثلا من خودم شخصا، من دوست دارم همه چی سر جاش باشه، به موقعش باشه. مثلا خب من از کودکی خودم رو میشناختم و الانم تو سن خیلی خوبی هم، همه چی اوکیه. اگر که شرایط تو رو داشتم، اگر شرایط تو رو داشتم که مثلا زن میگرفتم، بچه داشتم و ادامه میدادم، تو چطور؟ یعنی دوباره با همون مرد زندگی میکردی؟ من الان مثلا میگم، چون من الان پسرم، درسته؟ اگر میدونم، مثلا میدونم چی میگیم، یعنی که من با اون مرد زندگی میکردم. آره، من میگم مثلا من خودم شخصه دوست دارم همه چی و سر جاش باشه. مثلا من اگه بگم مثلا پیتزایی که الان جلوم گرمه، اگر تا یک ساعت دیگه نخورم، دو ساعت دیگه سر بشه، نمیخورم، میندازمش دور. و توی زندگی من شخصی من همینه، اگر که من خودم رو نمیشناختم، ناخواسته با یک زن ازدواج میکردم، بچه دار میشدم، 20 سالم زندگی میکردم، هیچ وقت دیگه نمیرفتم طلاق بگیرم، سمت تغییر جنسیت، ادامه میدادم. تو چی؟ اون عقیده شماست. من بله، این عقیده شما چی؟ من نه. چرا؟ من میگفتم حتی اگه چندین سال من باشه، من باید اون چیزی که میخوام برسم. من همیشه رو زبونم این بود که یه روزی کارت پایان خدمت میگیرم، اسمم عوض میکنم، همون عهدایی که با خدا بستم همه رو گرفتم. گرفتی. بعد خب از اینا گذشتیم. قبل از این که مثلا دوست دخترت بیاد بهت بگه که آره تغییر جنسیت هست، از اون روز حست شروع شد و فکر درگیر شد که چنج کنی، قبل از اون چی؟ داشتی راحت زندگی میکردی؟ نه، بگو. چجوری بگم؟ این دیگه مثبت 18 میشه دیگه، اینو نمیگم، ولی نه، منظورم من ببین مثبت 18 نیست، منظورم من... حس نه 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 خجالت آوره دیگه. مثلا انگار که مثلا دوست داری الان من میتونم راحت پیرنم و در بیارم، لخت باشم، مثلا برم استخ، برم این در اون ور، ولی کنار دوست دخترم من نمیتونستم پیرن در بیارم. عذاب آور بود دیگه. خب و حس تو میدونستی، فقط نمیدونستی تغییر جنسیت هست. نمیدونستم تغییر جنسیت هست، اگه واقعا میدونستم که خب آدم بالاخره. اوکی، رفتی دکتر روانشناس رو تایید کرد که شما ترنس مرد هستی، اولین کار سینه تو تخلیه کردی؟ هر جفتش، رحم، تخمدان و سینه. تخمدان. خب چرا تخمدان رحم تو تخلیه کردی؟ رحم تخمدان دکترم تو یه روز انجام دادم که دو بار زیر عمل نرم، ولی شکر خدا سه بار رفتم زیر عمل، عملمو بد انجام داده بود. سوال من اینه چرا تخمدان و رحم تو عمل کردی؟ برداشتم دیگه، باید تخلیه رحم تخمدان بکنی بری دنبال کارهای دیگه دیگه. خب اوکی، اول سینه تو برداشتی یا تخمدان رحم تو؟ هر دوتا آریان تو یه روز. نه هر دوتا. خب تخمدان رحم مگه دوتا نیست؟ نه ببین، وقتی که من خود من دوتا من فهم میکنم تخمدان یه عمله، رحم یه عمله. نه رحم تخمدان که میگن دیگه هر جفتشو تو یه روز انجام میشه. خب اکثر بچه ها مثلا هزینه ها الان بالا رفته، مثلا میرن تخلیه سینه انجام میدن، به اون میگن رحم تخمدان دیگه، نمیگن که تخمدان. خب اونو تو یه مرحله دیگه انجام میدن، ولی بیشتریامون تو یه روز انجام دادیم. یعنی سینه رو خالی کردن و رحم هم برداشتن تو یه جلسه. آره، همزمان دو تا دکتر بالا سر بودن، یکی اون بالا داشت میشکاف، یکی اون پایین. بعد این عمل ریسکی نیست، دو تا عمل سخت. چرا؟ ولی دکتر به من نگفت. الان یکی از بچه الان تو آره، یکی از بچه الان جان. تو به بچه ها بگو که این آیا این کار درسته یا نه. نه درست چیز نیست، اول تخلیه سینه رو انجام بدین، بعد تخلیه رحم، و دوتا رو با هم انجام ندین. از من بهتون وصیت و سلام. من مشکلی ندارم. و ببین من الان از عملم، از من بپرسن، من به هیچ کدوم از بچه های ترنس نمیگم من خوبم، خودشون باید برن تحقیق کنن، شاید اصلا مال من خوب در اومده، بدن با بدن فرق میکنه. من شکر خدا دوتا را تو یه روز انجام دادم، ریسک بزرگی کردم،
دکتر این یکی دکتر به من گفت ولی شما این ریسک رو انجام ندید، به فکر سلامتتون باشید. من شکر خدا بدنم قوی خوبه، دوتارم چی سه تا را چهار تارم تحمل میکنه. تو یه سال من دو بار سه بار من رفتم. اوکی، میشه بگی هزینه چقدر شد تخلیه تخمدان و سینت؟ ببین هزینه ها فرق داره، هزینه که اون سال من رفتم تو حساب کن 30 تومن 40 تومن، الان فقط هزینه تخلیه سینه 40-45 تومنه، فقط تخلیه سینه. تخلیه سینه، آیا وقتی که سینت رو تخلیه میکنی میشه میشه مثل روز اول یه مرد؟ آره. ولی من سینم رو بد عمل کرده بودن ها، اینم بگم ها، من دو بار رفتم برای عمل. چرا؟ من سینم رو بد عمل کرده بودن، دکتر من دکتر نبود، الان هم دوباره باهاشون مشکل داریم که بالاخره باید یه کارایی بکنن. من اون هزینه‌ای که من دادم جای دیگه، اون دکتر باید خودش باید متقبل میشد، باید زیبایی اولین روز اگه سینه های منو میدیدی اصلا میگفتی انگار یه سینه پیرزن به درد نخور، اصلا سینه پیرزن خوشگلتره. بعد دوباره سری دوم من 20 روز یه ماهی تو دنیای مجازی هم نیومدم، رفتم دوباره یه عمل زیبایی دوباره پیش خودش، دوباره درست نشد، دوباره رفتم یه جای دیگه. خب شکر خدا بد نیستم، الان بهترم. میگم 3-4 بار من عمل شدم، فقط بچه ها باید تو دکتراشون دقت کنن. خب بعد دوتایشو انجام دادی، وقتی به هوش اومدی ریکاوری چقدر طول کشید؟ دده من بیهوش بودم بدونم ریکاوری چقدر هوش داشتم. من 6 صبح ریکاوری رو بعد عمل میگن، که چقدر طول کشید که برگردی به زندگی نرمال؟ نرمال چیه؟ من از آوردن انداختن رو تخت یه چند ساعت بعد اون بلند شدم، من بودو بودو میرفتم اونجا. خب همین کار رو کردی که دو بار دو سه بار عمل کردی دیگه؟ نه بودو بودو که نکردی، یعنی که بلند شدم رو حال خودم، نه اینکه برم فوتبال بگیرم بودو بودو کنم. خب منظور که خب اینا عملای سختی بوده، طولی میشه یه هفته 10 روز استراحت کنی موقع اونا... نشی؟ آره نه دیگه، من از رو تخت رو میگم آریان. بعد همون تخت وقت عملی مثلا اینا عملا بیهوشی بوده، سخت بخیه داشتی؟ آره بخیه نه، اون موقع دور حاله بود سینه من. یعنی چی؟ سینه دور حاله سینه رو بر میدارن، اون سر سینه رو خب. توشو خالی میکنن، دوباره اون کله رو میذارن سر جاش نوکو. خب بالاخره anyway تو خب. به زخم داشتی، بیهوشی داشتی، باید استراحت میکردی یه هفته. آره تو خونه میگم که بدن من شکر خدا خیلی قویه. خب من تو خونه نمیگم، یکی از رفیقام اولین باری که اومد 20 روز اینجا بود، بنده خدا دست به سیاسفید نزدم، ولی عمل دومم مثلا اومدم خودم کارام انجام دادم. دوباره عمل سوم یه هفته 10 روزی استراحت کردم، بعد دوباره بلند شدم خودم کارام انجام دادم. من حتی سزارین هم که شدم سر بچه هام خودم بلند می شدم کارام انجام می دادم. هیچ جای زخمی پارگی چیزی خدا رو شکر تو بدنم ندیدم و ایشالله بعد اینم نمی دیدم. گذشت، سینت رو تخلیه کردی، رحم تخمدانت هم تخلیه کردی، وقتی به هوش اومدی چه حسی داشتی؟ سینت رو نمی دیدی و تخمدانت هم خالی شده بود با رحمت؟ مسلمه داری میره زیر تیغ جراحی واسه هدفت، و مسلمه حس حسیه که داری به هدفت میرسی، خوشحالی. خوشحالی اون چیزی که خواستی میرسی، اون چیزی که خواستی واقعا، هدف اگه هدف واقعی باشه، نه اینکه بیای بگی خب تموم شد دیگه الان بلنشم برم. نه من واقعا خیلی راضی بودم، الانم خیلی هم خوشحالم. پس وقتی که چیز شدی، وقتی که به هوش اومدی و خیلی انرژی مثبت داشتی؟ من همیشه انرژی مثبت دارم، به بچهای لایو من همیشه انرژی مثبت میدم، مثلا منفی من صحبت نمی کنم. نه. انرژی مثبت مثبت تو شما رو میگم، من همیشه انرژی مثبت بودی. وقتی که دو زن خانم بودی سایز سینت چند بود؟ دهنت جا میشه؟ نه چند بود عددش؟ عددش والا میرفتم یه جای مثلا سوتی یعنی چیزی بگی اینجوری میرفتم 60-65. خب
منظور که خب تو با 60-65 که اذیت نمی شدی، اون چیز کوچیکی بوده که. نه کوچیک 65 چقدره؟ من نمیدونم چقدره. تو مگه تو خانم بودی چند خدا کیلو من بودی؟ سایز سینمو نمیدونستم به جان سامان. من فقط میدونم آقا اینقدر بود. ببین تو حساب کن آریان، آقا تو این اصلا سیگار، خب این سیگار 25 بذار زیر پیرنت ببین مشخصه. تو حساب کن یه سینه اینجا، تو اینقدر بیار اینجا سینه بذار، خب اینجوری وایسته ببندی سینه رو بخوای زیاد. بچه های ترنسمون بیشتری هاشون سینه هاشون بزرگه، اکثرا سینه هاشون بزرگه، میام میبندن این سرطان سینه میاره. من زیاد نبستم سینه هامو، بعدش هم یه بیب داره اینجوری پیرن اینجوری وای میسته انگار. چون من شکم ندارم، اگه شکم داشتم مشخص نبود، چون من شکم ندارم میبستم اینجا مشخص بود یک گلومبه مثلا به این صورت اومده اینجا. اوکی، استایلت وقتی خانم بودی پسرونه بود یا زنونه؟ من همیشه به تیپ پسرونه میزدم، شیش یعنی... تیپ میپوشیدم. آره شش... یعنی هیچ وقت روسری و شال و اینا سرت نمیزد؟ چرا؟ چرا؟ یه جاهایی که واقعا باید تو محلم، بله شال سرم بود، مانتو سرم بود، مثلا از محل که خارج می شدم همه یه گوشه ماشین پرت بود. پرت بود. اوکی. بعد عکسی از وقتی که خانم بودی داری ببینیم؟ من خودم یادم نمیاد. تو میای منو یا من همه رو آتیش زدم. همه رو آتیش زدم. تو سینی آتیش زدم. اینقدر بر... چون من با سخت گذشتم دیگه. من ببین این جسمو، این جسمو مدیون اون شخصی بود که قبلنم مدیون اونم، اگه اون نبود این جسم سالم رو من نداشتم. خب من ولی تمام خاطرات اون شخص رو من آتیش زدم، هرچی که عکس بود تو آلبوم هر چیزی، من فقط یه دونه عکس نگه داشتم، یه دونه عکس علیرضام تو یه بغلمه، فائزم تو یه بغلمه. بعد این عکس واسه من خیلی جالب بود، یه دفعه دیدم پیرن من و پسرم سته، روی این حساب این یه دونه رو نگه داشتم، بقیه رو آتیش زدم. بقیه آتیش زدید و بعد عمل تموم شد و دیگه سینه ای نبود. پایینم که خب از اول مشکلی نداشتی، لباس قشنگ سینت خالی شده بود، شده بودی از نظر ظاهری یک مرد کامل. موهاتو کوتاه کردی؟ من موام همیشه کوتاهه. موهات کوتاه بود و اولین بار لباس مردونه پوشیدی و رفتی تو خیابون؟ من همیشه لباسم مردونه بود، ولی آره اون دیگه اون... نه بابا بعد عمل تو میگی من لباس مردونه پوشیدم؟ آه. نه من قبل، من 5 سال پیش که اعلام کردم کلیپم پشت فرمون پخش شد یه ترنسم، من کلن مانتو و شلوار رو همه رو پرت کردم تو کوچه. من 5 سال تا مجوزم هم گرفتم باز با این پوشش بودم. خب اون موقعی که سینت رو تخلیه کردی راحت تر می رفتی چون دیگه چیزی نبود؟ من نه اون موقع دیگه، آره دیگه راحت بودم، ولی قبل اینکه سینم هم تخلیه کنم من با تیپ پسرونه می رفتم بیرون. حتی تو این محلی که من دارم زندگی می کنم همه هم احترام منو دارن، احترامشونو دارن. اوکی. بعد از اینکه سینت رو تخلیه کردی آیا استخر رفتی؟ نه استخر نرفتم. دوست داشتی کارت استخ بری؟ دارم. میای بریم؟ دوست داشتی بری؟ استخ حقیقتش به خاطر یه سری از چیزایی که از بچه ها دیدم، یکی دو تاشون استخ بودن، مریضی پوستی یارو رفت دیگه چندش هم شد نرفتم حقیقتش. اینا ببین الان کیف من پر کارت استخه. خب؟ نمیتونم، خوشم نمیاد. چندش آوری. بعد از اینکه فقط سینت رو تخلیه کردی؟ نه اصلا من اصلا استخر الان چندین سال من اینا رو نگاه، همش کارت استخرمه نگاه نمیری. آره. بعد گذشت دیگه، سینت رو تخلیه کردی و رحمتو برداشتی، تختانتو برداشتی، بعدش چیکار کردی؟ بعدش چیکار کردم؟ چند سال موندم بعد رفتم یه عمل دیگه رو خودم انجام دادم. خب عمل آخر. این عمل چی بود؟ عمل آخر چی بود؟ عمل آخر دیگه، عمل آخر میگی دیگه، عمل آخر میگه. فقط برای فرهنگ سازی او که بچه ها بدونم، من نمیدونم چیه آخر عمل آخر. عمل آخر یعنی پایین تنه.
پایین تنه چیکار کردی؟ میخنده پسرم. پایین تنه باید عمل نشه، تخلیه سینه که انجام میشه، رحم تخمدان که انجام میشه، باید بری آلت تناسلی مردونه رو هم درست کنی. درست کنی. آیا شما الان بیزه داری؟ بیزه طبیعینه داری یا نه؟ ببین آره اینو نگاه، فقط این یه دونه عکس نگه داشتم، پیرن منو پسرم ستو. آره فقط این یه دونه تو دست من مونده، خودم هم هستم اونجا. چقدر ناز بودی الان، بودی به خدا میگرفتم خودم. That's funny. الان دو تا بیزه داری؟ آره. اوکی. عمل مردونت و پایین تنت و ایران انجام دادی؟ آره. چند سال پیش؟ بکنم 7-8 ماه پیش بود. 7-8 ماه پیش بود. سخت بود؟ سخت بود، گذشت، ولی یه مشکلاتی دارم فعلا. راضی هستی؟ نه، نه اینکه راضی نباشم، نه از سایزش و از اون بخیه‌ای که من یه سری بهشون گفته بودم به این حالت، اون حالت فعلا در نیومده. یه عمل دیگه تو راه دارم. یه سوالی دارم. دوستاشی جواب بده. الانش کسی مرد مردای واقعی که مرد به دنیا اومدن رو نمیگیرن، تو چجوری این ریسک رو میکنی که مثلا تغییر جنسیت مرد انجام دادی و یک شریک زندگی داشته باشی؟ یعنی خانوما نمیان مرد کامل رو بگیرن؟ الان همین الان که ما هستیم، الان ببخش اینجوری میگم، الان همه مردا دوست دارن بدن، همه مردا دوست دارن بدن دیگه. مرد واقعی رو کسی دیگه نمیبینه و خانوما همین مردای واقعی رو الان نمیپسندن و قبول نمیکنن. چجوری میاد با مثلا با چه انگیزه ای تو این عملو انجام دادی؟ نگفتی فردا من هیچکی سخته برام منو بگیره، من که یه مرد واقعی نیستم. من عملمو به خاطر رابطه با زن انجام ندادم. نه تنها من، خیلی یکی دو تا از بچهای ترنسمون عمل انجام دادن به خاطر این انجام ندادن که با یه زن وارد رابطه بشن، خواستن بدنشون رو تکمیل کنن. الان من نوعیم، اگه هر کاری کردم به خاطر خودم کردم، نه به خاطر زنی که میخواد مثلا وارد زندگی من بشه. زن اگه منو بخواد، خود منو میخواد، نه اینکه الان نمیگم رابطه ملاک اصلیه، ملاک اصلی رابطه است، نه اینکه بگم آقا اون زن میاد هیچی نمیخواد، نه. ولی اولین چیزی که میاد، اول خودتو دوست داره، بعد وارد رابطه سکسی میشی. من اون زنی هم که منو میخواد، اول منو میخواد دیگه، درسته؟ بعد رابطه سکسی رو. حالا شما میگین بعضی از مردا، ولی خب من نمیتونم کلی نمیگم، نمیخوام، نمیگم همه مردا. هیچ وقت من این حرفو دهنم نمیارم، هیچ وقتم نمیگم مردا این شکلی هست. هر کس بالاخره یه حسی داره، با حس گرایش خودش جلو میره. فکر میکنم سامان تو خیلی خوب میتونی خودت رو با خودت کنار بیای. مهم همین، اگه من با خودم کنار بیام، با کل جهان کنار میام. نه، این کسی که میتونه با مثلا خودشو قانع کنه و خودشو گول بزنه، خب این در آینده آسیبای بیشتری میبینه. من گول نمیزنم، من الان کسی رابطه زندگیم، هر کیم بخواد بیاد که وارد رابطه هم هستم، هر کی منو خواسته، خودش شرایط منو دیده، منو خواسته، درسته؟ اصرار نکردم که تو بیا زن من شو. یا مثلا با اون طرف میدونه که ما ترنسا مثل مردای کامل نه سایز بزرگی داریم، نه مثلا چیز، خب فقط مشکلمون سایز بزرگه. اون زنم پس وقتی که میاد، اون زن باید با خودش فکر کنه من میخوام با سامان وارد رابطه بشم، سامان نمیتونه اون چیزای منو برسونه، اون باید با خودش یکی دو کنه، من همینم، اون باید خودش رو راضی کنه که من میرم، آیا میتونم با سامان کنار بیام یا نه. خودش فکر کنه بعد بیاد، نه تنها من، حتی با ترنسای دیگه، نه اینکه بیاد وابستش میکنه، عاشق کنم بعد بذارم برن. یه سوال، اگر این سوالا رو از کجا پیدا میکنی؟ خدا بکنی به خدا، من زای تو بودم تو آمریکا، الان اون زای بایدن رو گرفته بودم.
سوال دارم. عشقم من هنرمندم دیگه. واقعا سوال من اینه، اگر که همین الان برگردی به 8 ماه پیش، خب صادقانه جواب بده، درسته، عمل انجام میدی یا نه؟ برگردم 8 ماه پیش، سعی میکنم تو ایران انجام ندم. ببین آدم، نمیتونم قبول نه کنم. آره یا نه؟ من حجاب تو نه گیشم نکن. نه من نمیتونم بگم آره. ببین من اون چیزی که، ببین راضیم، ها من از بدن خودم راضیم، اون عملی که بچه های دیگه انجام دادم من به اون صورت انجام ندادم، خودشون میدونن. چون من الان بخوام دکتر معرفی کنم، به قول یکی که میبینی عروس رو معرفی میکنه، اگه خوب باشه میگه ها 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 از ماه، بد باشه میگه ها 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 از سامانه. من حقیقت بچه های ترنس رو دوست دارم، به هیچ عنوان دیگه، حتی من خواستم براشون بیمه تهیه کنم، هیچ کدومشون نیومدن جلو. من با بچه های ترنس کاری ندارم، دوستشون دارم، احترامشون واجب. ولی من اگه برگردم 8 ماه پیش، 8 ماه پیش برگردم، تو ایران این کار انجام نمیدم. یه عمل دیگه من دارم که اونو نگه داشتم، قسمت بشه دارم فکرامو دارم میکنم برم تو یه کشور دیگه این کار انجام بدم. چون اون چیزی که من خواستم برای من، اون دکتر، اون بخیه هایی که میزنه، انگار دارن بخیه گاو میزنن. یعنی چی؟ خب من اون زیبایی دوباره، من باید برم یه زیبایی دوباره رو بدنم، یه زیبایی دوباره باید برم انجام بدم. درسته. منظور این که از این سوالی که پرسیدم، گفتم تو خوب میتونی خودتو گول بزنی و قانع کنی و زندگی کنی چون دیگه راهی هم نداری، اینه که من گول نمیزنم. تو نظرت اینه که من خودم رو گول میزنم؟ من خودم رو گول نمیزنم. اوکی. چون من آریان پسرم و میدونم اگر که من فردا برم تغییر جنسیت بدم، بله پاری، آره تغییر جنسیت بدم و زن بشم، دیگه به آرگاسم نمیرسم. صدرس. ولی آها اینم بگم، کی میگه وقتی که عمل الان من انجام دادم به ارگاسم، ارگاسم چیه؟ من چون اینا رو صحبت نمی کنم مثلا نمیدونم چیه، به اون نمیرسم. تو نمیگم، خودم رو میگم. الان تو من نمیرسی. تو نمیرسی. ترنس های زن نمیرسن. تو هیچ وقت عمل نکن، همونو تا کن بذار لای پات. اوکی. اوکی. من آره من همین کار کنم. من آریان نوعی میدونم که من اگر بخوام ببخشی لاپام واژن بذارم، هیچ وقت به آرگاسم نمیرسم. و نه بله. خودم رو گول میزنم قانع کنم، نه چیزی به عمل نمی کنم. بله ولی شما بله. آره ولی من فکر میکنم که تو چون الان عمل کردی و راه برگشت نداری، مجبوری بگی خوبه دیگه. نه من دروغ نمیگم. من تو زندگیم 2 تا دروغ از دنیای مجازی مخفی کردم، همیشه هم گفتم به وقتش، زمان داره. اگه مردم که یکی از بچه ها من باش هماهنگ کردم، اون کلیپی که دارم بذاره تو پیجم که مشترکه، چیزشم دادم دستش، چی این نام مثلا میگه، جیمیل میمیل همونه، خب پسوردشو. اگه زنده بودم در آینده، علت این دوتا چیزی که دنیای مجازی مخفی کردم صلاح نیست الان بگم، در مورد عملم نیست. الان نه من خودم رو گول میزنم، نه دروغ میگم، نه چیزی. شما الان هی داری میگی که تو داری خودتو گول میزنی. نه من اصلا خودمو گول نمیزنم، هیچ وقتم نمیگم. من اگه ناراضیم باشم میام، این به قول شما فرهنگ سازی، میگم بچه ها من از عملم ناراضیم، من اون عملی که بچه ها رفتن انجام دادن، من دکترم یه شخص دیگه از آشناها هستش، هیچ عنوانم عملهای اینجور چیزا رو قبول نمیکنه. ولی عمل من به یه صورت دیگه انجام شده. من الان به بچه ها میگم عمل نکنین. سینما الان من عمل کردم، درسته؟ ناراضی بودم روز اول، همه فالوورای من اومدم سینما رو در آوردم نشون دادم، چون چیزی واسه مخفی کاری تو دنیای مجازی من ندارم. اگه بخوام منم مثل اون یکی یا دروغ بگم، چه فرقی با اون آدمای دیگه دارم من؟ درسته. اوکی از این بحث میگذاری میریم سوال بعدی. بیزر از کجا میارن روتون میذارن؟ بیزر پلاس ژله‌ایه، بیزی مرد دیگره که نمیارن، پروتزه. پروتز مثل پسری که سینه میذاره. آره
بعد نصب میکنن. نصب چیه؟ این آلت تناسلی زنانه رو، اون گوشتای اضافهش که هست، خب اون یه قسط دو تا ژله است، میچکنن تو اون، اینا رو بخیه میزنن، میشه تو میچسبونه، یه خطیم وسط میندازن که حالت مثلا تیسه همونه. خب اینم هم که سر ازاش دیگه شنگول پنگول. دلیل این که تخم میزنن چیه؟ یه حالتش مثلا بیاد شکل شمایل بده دیگه، مثلا بگه منم اومدم منم. او مای گاد آی گات یو، الان تازه گرفتم. پس این دو تا تخمی که برای ترنسای آقا میذارن فقط برای ظاهرشه. ظاهره، هیچ کارایی هم نداره، میتونی یه قلد و قلم بازی کنی. بعد میره سمت جلوتر که میشه آلت، آلت یک مرد رو میذارن. اونو چجوری میذارن رود؟ آلت مرد کسی دیگر رو نمیذارن رو ما. خب کلیتوریس بدن که هورمون که استفاده میکنه، کلیتوریس بدن رشد میکنه. خب اون کلیتوریس بدن از داخل خود بدن که میاد بیرون، شکلش مثل یه آلت تناسلی مردانه ختنه شده است. یکی خب. میاد یکی میاد میگه من این آلت تناسلی رو قبول ندارم، بزرگش رو میخوام، میره از ساق دستش، از رون پاش میبرن، میذارن اونجا یه گوشت مرده، اینجوری انگار این گوشته. خب انگار این گوشته، این گوشت فلج، میشه فلج دیگه. فلج، یه چیز فلج رو میارن وصل میکنن اینجای آدم. خب روی اون دیگه بذار رت بگم دیگه، بچه هم چیز کنن اونجا. بعد یه گوشت مرده، هیچ حرکتی هم نداره، فقط رگاشو بس میکنن که داخلش خون باشه. بعضی ها مثلا این عمل انجام دادن گوشت سیاه شده، به درد نخورده، ولی بچه ها میگه خواستن عمل کنه همون متو رو گانه باشین، فالو انجام ندید. بهش میگم متو فالو، فالو اصلا انجام ندید. فالو انجام هم دادید یعنی ایران فالو یعنی اینکه اکسترا، یعنی بیشتر. آه همون اکسترا بده، خیلی چیزا می دنیا، همون فالو بزرگ، متو همون کلیتوریس بدن خودمون. متو یعنی چیز طبیعی خودت. اگه بخوام طبیعی فالو یعنی اکسترا، اگه بخوام مثلا آلتشون رو بزرگتر کنن که تاثیر هم نمیذاره، بدتر میشه. درست. درسته. فالو که میکنن هزینه بیشتر هم میگیرن یا نه روی عمله؟ سه اونو که من نمیدونم، ولی بچه ها گفتن تو سه مرحله انجام میشه. تو سه مرحله انجام میشه. آره. بعد چجوری ادرار میکنید؟ ادرار رو چجوری میکنه؟ خب ببخشید، تو سخت‌ترین کار دنیا رو کردی آقا سامان. بابا این رو دیگه نپرس دیگه، ادرار آقا مثل مرد ادرار میکنم، ولش کن، سوال بعدی بچرخون. آخه تو سخت این کار دنیا رو کردی، ببخش. خب آخه آقای سامان، یه پسر، من همیشه خودم باشم، یه پسری مثل من که سینه نداره، سینهشو باز میکنن دوتا ژل میندازن داخل، اون آلت پایینشو بر میدارن دوتا پوست بخیه میزنن، میشن ببخشی میشه واژن، تموم شد. تو رفتی زن بودی مرد شدی، سخت‌ترین کار دنیا. ببین اینم واسه من یه سوال، باید از یه بچه های دیگه، این خانومایی که عمل کردن اینو بپرسم، اینا جای ادرارشون کجاست؟ خب نه من میگم، مشکلی داری با شاش کردن یا نه؟ نه من مشکلی ندارم. مشکل نداری، یعنی مثل همون مرد از تو واژنت میاد، از تو حالت مردونت میاد بیرون. این حالا بعدا صحبت میکنیم، نمیخوام اینجور چیزا رو فعلا صحبت کنم. عمل من فقط به خاطر آگاهی میپرسم. ببین برای آگاهی اگه بخوام، بله. من اینو میتونم توضیح بدم، اکثر بچه‌هایی که یه مدل دیگه عمل کردن، از دهانشون رگ گرفتن. بله. این قسمت جای ادرار رو از این پوست داخل گوشت این استفاده کردن که به یه نتیجه هم نرسیدن حقیقتش. حالا من به خاطر میگم عمل انجام ندین، عمل داریم تا عمل. روی این حساب جای ادرار همون مثل مرده کامل که میشاشن، ولی به یه فونت های دیگه نمیدونم، از دو جا، هم از بالا هم از پایین بلد نبودن عمل کنن. روی این حساب من اصلا این که یادم میاد اعصابم خراب میشه، روی این حساب توضیح نمیدم. عمل سخته، میگم موقع انجام ندین، میگم که اگه 8 ماه پیش بود من ایران انجام نمیدادم. منظورت اینه که
یعنی اگر در خارج از خیلی کشور سخته. به آره آره در خارج از کشور آره بهتر انجام میدن، جای ادرار رو نمیتونن تنظیمش کنن. مثل عملایی که مثل منی که پسرم که عمل میکنن روده ای از جلوم هم ان میاد. نه این ان نمیاد، این شاش میاد، ولی شاش من خودم رو گفتم، چون خانوم یکی از دوستان من که تغییر جنسیت دادن روده ای که بعد اون از دو جا میاد، مثلا از واژنش هم ان میاد، روده ای بوده خب خوب عمل نکرد. خب این واسه من هم یه سوال، میگم که کاش یکی بود صحبت میکردیم. خیلی ها میگن این حالت، مگه اون روده معذرت میخوام به باسنشون نصب میکنن که از اونجا ان میاد؟ روده ای یعنی اینکه هم یک سوراخش به چیزه، یه رودش به واژن، یه رودم به عقبه، به خاطر اینه و عدوتایش میاد ان و از چون روده ایه و عدوتایش میاد و اینکه بوی بدم میده. ولی من یکی از بچه های ترنس رو دیدم، ایران هم عمل کرده بود، نمیدونم دکترش کی بود، بعد اصلا همچین صحنه ای نداشت. فقط ببینید تو رابطه، بنده خدا میگفت عذاب میکشم تو رابطه، اصلا نمیگفت من مدفوعم از اینجا میاد. خیلی هم خانم پاک و تمیزی هم بود. ما میشه درسته سوء تفاهم برای ترنس های آقایی که چنج کردم و خانم شدم پیش نیاد. ساری باید در گفتم هرچی صحبت میکنم از طرف خودم صحبت میکنم. دوست من نزدیک من که عمل کرده بود گفت آریان جون صحبت میکردیم، گفت آریان جون من عمل رودهی انجام دادم، انم از دو طرف میاد، همین، من به کسی دیگه کار ندارم. سوی تفاهم پیش نیاد که بگی آریان تو در مورد جامعه ترنسا قضاوت نکن. نه من نه خودم میدونم. خب الان من نوعی هم در مورد خودم حرف میزنم. آره. در مورد بچه های دیگه من الان هر سوالی رو پرسیدین گفتم آقا من میگم آقا این کارو انجام ندین، تو ایران وارد نیستن، حتی عمل تخلیه سینه ای هم که میخوان انجام بدین آقای محترم دکترتو بشناس، خودتو ناقص نکن، مثل من نراست دوبار سه بار زیر تیغ جراحی و بیهوشی. آخرش هم ببین موش آزمایشگاهی نشو، یه بار برو دکترتو خوب انتخاب کن، فکر کن، تحقیق کن، بعد برو بدنتو بسپر دست اون دکتره. منم خودمو دارم میگم، نمیام بگم فلانی 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 فلان کس. گفتم اینم بگم که سوء تفاهم پیش نیاد که دیگه تو زر، مثلا به من میگن تو زر نزن، اطلاعات نداری. من گفتم دوست نزدیک من که عمل کرده بود گفت آریا من از دو جا میرینم، همین. ولی آریان جان من نمیگم، حالا این دوستتون که داره این حرفو میزنه، این فکر کن آقا این یه روده، بله. درسته؟ بله. روده رو از جای دیگه میبرن به عنوان رحم داخل اون واژن قرار میدن. این روده رو، این قسمت روده رو به انتهای اون قسمتی که باید میدوزن، درسته؟ این میشه، این تهش میشه واژن. این واژن جان با این انتهایی که دوخته شده، این من معذرت میخوام این حرفو میزنم بچه ها، اون دوستت که گفته من میخوام چیزم برطرف شه، این ان، این سوراخ باسن، این ان از اینجا برعکس میشه میره تو این. عشقم بذاری من اینو بگم از نظر خودم. ببینید این الان رود است، درسته؟ درسته. الان تو اینجا غذا خوردی، این کم کم میاد میره تو روده دیگه. خب اون روده که میبرن جداگونه واسه ترنس های مرد میذارن، اون روده رفتی به جای مدفوع نداره، جای مدفوع جداه، دست به اون اصلا جای مدفوع، آقا من نوعی، اصلا من خودم، جای مدفوع من جدا، رودم جدا، روده مدفوع جدا. این روده که جداگونه حالا از شکم میگیرن، من اینو نمیدونم، یه از یه گوسفند، روده گوسفندم استفاده میکنم واسه این جور چیزا، اینو میگیرن، این بعد اینم روده که استفاده میکنن رب، اینا هر دوتاشون جداه، روده باسن جدا، روده مدفوع باسن جدا، روده رابطه جدا. اینی که میگه آقا دو طرف، حالا نمیدونم شاید ان این اینجوری برعکس میشه میره اونجا، فکر میکنه اونجوری، این برعکس میشه، این نبرش کنیم.
اوکی از این بس میام بیرون، بعد خود یه آره ترنس بعد بیاد بالا توضیح بده. بعد آقای سامان، استاندارد آلتایی که عمل میکنن چند سانته؟ استاندارد نداره دیگه، چقدر بزرگ بشه اینقدر دیگه، فکر نکنین اینقدر بده. چقدر؟ من نمیدونم. ببین تو دو بند انگشت منو در نظر بگیر. خب پس اونو میخواین چیکار کنید؟ اینو نازش میکنیم، قربون صدقش میریم، آرزوشو داشتیم همین یه ذره هم داشته باشیم. خب یعنی تو فقط ارزشش اونو ببینی؟ آره من هر روز دارم نوازشش میکنم، میگم دورت بگردم رخش من. اون که قانع شدم. بعد پس یعنی 5-6 سانت؟ من سانتشو نمیدونم، من دو بندم. خب چقدر؟ خیلی کوچیکه دیگه. چرا کوچیک باشه، خیلی هم خوبه. خب اوکی، عمل متو انجام دادی، چجوری بلندش میکنی؟ برو بعدی. اوکی برو بعدی. اوکی سوال من اینه، سوال علمی، آیا خانوم های ترنس که آقا میشن آیا به آرگاسم میرسن یا نه؟ آره یا نه؟ همون نوعوزی رو میگی؟ یعنی اینکه آبشون میاد یا نه؟ بله بله. توضیح بدین یکم چجوری؟ ویلکم، برو بعدی. علمی، علمی نمیتونید توضیح بدید؟ آخه برو بعدی. آخه فرهنگ سازی بتونن. خب چجوری یک مرد، یه زنی که مرد شده چجوری آبش میاد؟ از یه بچه 19-6 ساله هم بپرسی میگه فر وقتی که فلان کارو میکنم میاد. برو بعدی. اون مال مرد طبیعی آقا سامان. خب فرق نمیکنه دیگه، دودول دودوله دیگه، برو بعدی. دودول دودوله. بعد من شنیده بودم که در واژن خانوم هایی که عمل میکنن آقا میشن یه دستگاهی میذارن مثل این نوار قلب هاست چیه که فشار خون رو میگیرن، که چجوری باید فشار بدی که این آلت بلند شه. آیا این درسته یا نه؟ من ندیدم، من چون تو خودم ندیدم نمیتونم، هم شاید عملای دیگه هستش، من اینو نمیتونم توضیح بدم چون هیچ اطلاعاتی در این مورد ندارم. من شنیده بودید؟ شنیدم، والا یکی از بچه های ترکیه میگفت اینجوری فشار میدم آره بلند میشه. من نشنیدم، من ندیدم، اون شاید مال عمله فالوه. فالوه شنیدید ولی ندیدید؟ شنیده بودم. شنیده بودم، اصلا هیچ اطلاعاتی ندارم، هیچی هم در این مورد هیچی هم به من نگفتم چون من خوشم نمید اطلاعات غلط بدم. گفتید از دوستان ترکیه، از دو تا دوست دارم در ترکیه، خانومشون ترنس آقا بودن زن شدن و خودشون تینا و فرزاد میگی؟ بله تینا و فرزاد عزیز. با این مسئله خیلی خوب کنار اومدم چون دوتایشون مثل همن. آیا اینو میخوام بدونم نظر در مورد اینه چیه که همسر آیندت یه پسر باشه که زن شده؟ اولندش من همیشه میگم ازدواج اجباری نیست، اختیاریه. نه شریک زندگی عزیزم، شریک زندگی من اونو خودم انتخاب میکنم، خانم انتخاب کنم یا یه ترنس انتخاب کنم. دست وایم اسکین، به خاطر همینه دارم سوال میکنم. درسته، فرق نمیکنه، آدم از کسی که واقعا دوستش داشته باشه بهش آرامش بده فرق نمیکنه، با یه ترنس ازدواج کنه با یه خانم استریت کامل. گفتم نظرتون چیه، آیا موافقید یا نه؟ چرا موافق نیستم، اتفاقا دوتا هم همدیگر رو درک میکنم بیشتر. خودت کدوم میپسندی؟ من ازدواجم اختیاریه دیگه. من ازدواج نه، کدومو میپسندی؟ یعنی با ترنس ازدواج کردن و نه ازدواج نه، اصلا شریک زندگیتون، اصلا هر کسی من... کنارت باشه تو من شریک زندگی شریک استریت زندگی کامل. دوست داری یه زن استریت باشه یه پسر عمل کرده مثل خودت؟ نه من شریک زندگی استریت. استریت خودت چی دوست داری؟ منم استریت دوست داری. اوکی بعد جالبه،
یه جورای کی بهت انگیزه میده ببخشید؟ انگیزه چی رو؟ خب انگیزه کی بهت میده که مثلا اینقدر پوری و اعتماد به نفس داری؟ من به خودم انگیزه میدم، چون اون چیزی که دارم تو وجودم هست، به خودم انگیزه میدم. لازم نیست کسی بیاد برای من بگه تو مردی، تو اینی، باید بری با زن استریت. نه، من با عقل خودم جلو میرم، با کی ازدواج کنم با کی ازدواج نکنم. من حتی عقل و شعور و فهمم به اینم میرسه حتی یه زن استریت کامل، ببین من تو رابطه هم، حالا کاری به اینا ندارم، اگه تو رابطه هم نبودم، صحبت چند ماه پیش بود، گفتم اگه من میخواستم ازدواج کنم 100% میرفتم از بهزیستی یه زن معلول میگرفتم میآوردم میذاشتم اینجا، که به عنوان این که زیر سقفم یه همدم دارم. من به رابطه فکر نمی کنم. من حتی به اینش هم فکر کردم. خب تو به رابطه فکر نمی کنی، طرفت چه گناهی کرده؟ طرف، حالا طرف، من میگم طرفی که، آقا اون طرفی که من استریت کامل میخوام، شما یه زن استریت کامل، درسته؟ Yes. Okay. Yes. Yes. ببخشین اسمتو چی بگم؟ پروین خانم، شما حاضری با من ازدواج کنی؟ با شرایطی که از شما میبینم نه، من چون دنبال یه مرد واقعی هم که هر شب بزنه منو. آفرین. خب اون زنی هم که من بهش درخواست پیشنهاد میدم یا خودش درخواست پیشنهاد میده، پس با عقل و درک فهم جلو داره میاد جلو که من اینم. من الان از شما درخواست ازدواج کردم، شما گفتی نه. نه من، درسته؟ بله. خب دیگه پس من این نوعیم انگیزه به خودم نمیدم، سر خودم هم کلا نمیذارم. اون خانومی هم که منو دوست داره، من به هیچ یک از خانوما پیشنهاد ازدواج تا الانش ندادم. چرا؟ خب شرایط من اینه. اون خانومی که میخواد، آقا بچه میخواد، دختری که میخوام باهاش ازدواج کنم بچه میخواد، رابطه خوب میخواد. رابطه خوب و من با بدن خودم شاید نتونم به اون خانوم بدم، میتونم و الان میتونم خوبم میدم، خب، ولی اون خانم یه چیز دیگه شاید از من بخواد، سایز بزرگ بخواد، شاید چیز دیگه بخواد. ولی اون خانمی که خودش منو خواسته و اومده جلو، پس همه شرایط منو میدونست و اومده جلو. بله همین. تمام. بس آه اوکی، قانع شدم، مرسی. و وقتی که عملت تموم، اوکی، اگه میتونی بگو که هزینه عمل آلت مردونه چنده؟ هزینه عمل داریم 350-400، هر دکتری به هر طریقی که دلش میخواد میگیره. پس اون قیمت دولتی نداریم، شخصیه. ببین هزینه ها شخصیه، خودشون باید برن با دکترشون صحبت کنن. شاید من، آقا مثلا به دکترم گفتم آقا چقدر، گفت 400 تومن، شاید گفتم شاید از من گرفت 10 تومن. من هزینه ها را هیچ وقت از زبان دکترا نمیگم، خودشون باید از زبان دکترا بشن. گاچیو گرفتم انگلیسی در دانشوره اینه نبا گاچی اینه گرفتم دینی تاییدت دادم. اوکی. و سال بعدی اینه که آره، وقتی بخوا. که عمل تموم شد، وقتی که عمل تموم شد و به هوش اومدی، خوشحال بودی و اولین کاری که کردی رفتی جلو آینه نگاه کردی؟ جلوی آینه چرا برم نگاه کنم؟ همینجا نگاه میکنم دیگه، آینه نمیخواد که، قربون صدقش میرم دیگه. خب اوکی، آینه نمیخواد. چه حسی داشتی؟ خب حال میشه دیگه آدم این رو مستر کلی تکول هفته یه انگور میدینه. آریان یه سوال دیگه، این درست نما فرهنگ سازیه. شما الان چهره تو 99 درجه عوض شده، درسته؟ Of course. Okay. ده انگلیسی دانش، ما ترکی دانش. الان از این که ببین سینت عمل کردی چقدر خوشحالی. آقا من کاری ندارم، همیشه هم گفتم من به حسای همه انسان بلا نسبت دوستانی که تو جمع هستن، حیوانات هم من احترام میذارم. شما هرچی هستی برای من قابل احترامی. من تو لایوات اکثرا با فیک هستم و نگاه میکنم میخندم، خب، چون خوشم میاد از چیزایی که اونجا هست. شما لبتون رو درست میکنی خوشحالی، یه چیزی میخری خوشحالی، یه کاری میکنی، به یه یتیم کمک میکنی خوشحالی. خب پس
وقتی که یک شخص میاد میگه آقا من اینم میخوام برم فلان کار انجام بدم، پس با عقل و هوش بیشتر داره این کار انجام، پس داره به اون چیزی که میخواد برسه. حتی بریدن این انگشت اگه باعث بشه به یه جای بنده وصل بشه که اون چیز رو من خوشحال کنه، من خوشحال میشم، من به هدف اصلیم رسیدم، من کاری به کسی دیگه ای ندارم. من واقعا تو این دنیا تو این 5 سال آریان زندگی کردم برای خودم. تو این 5 سال شاید خیلی اشک منو در آوردن، شاید خیلی عذابم دادن، شاید خیلی اومدن تو زندگی من دلمو شکستن رفتن، ولی من از اینکه خدا رو دارم خوشحالم، به هدفم رسیدم خوشحالم. هر چیزی هم که سوالاتتون رو از من بپرسین، من راضیم، به رضای خدا و خوشحالیم و با هیچ احد و ناسی هم شیر نمی کنم. دوست دارم تو وجود خودم بمونه. خیلی عالی. بعد همه مراحل عمل تموم شده، آیا چیزی مونده؟ من یه عمل زیبایی دیگه باید برم انجام بدم به خاطر اون جای بخیه و اون یه سری پایین یه چیزایی که هستش. اوکی، پس زیبایی چیزی پزشکی نیست. عمل سنگینم هست، سنگینم هست، این دیگه خیلی سخت‌تره، ولی یه ثانیه هم به عمرم مونده باشه اینو باز میره، مطمئن نمون چیزی که من میخوام و میرسم. آره، یه کاره دیگه میخوام رو بدنم انجام بدم، اونم ایشالله میره. اگه دوست داری بگو چیه بدونیم. نمیدونم. اینا شخصیه. اوکی. شخصیه. بعد سوال من اینه، شما در کدام شهر ایران هستید؟ تهران هم دیگه. تهران. آیا در تهران ارگان‌های خواستم بگم حکومتی، ارگانایی هست که بتونن به ترنس‌های زن به مرد و ترنس‌های زن به مرد، مرد به زن کمک کنن برای عمل، بیمه، مدیسن یعنی قرص، ریکاوری، خونه امن یا هر چیزی دیگه؟ من چند وقت پیش با یکی از بچه ها تو بیمه بود صحبت کردم، به خاطر چی الان من به بچه های ترنس دیگه هیچ اطلاعاتی در مورد دکتر اینجور چیزا نمیدم؟ خیلی دوستشون داشتم، من پیجم پر بچه های ترنسه. استوری گذاشتم گفتم 5 تا از بچه های ترنسمون بیان با من اوکی بشین بریم یه جایی، میخوام برای همه تون بیمه درست کنم. یعنی همه چیزو نوشته بودیم تموم شد، فقط 5 نفر باید میرفتیم اونجا امضا میکردیم میمدیم بیرون، هیچ کدوم نیومدن. بیمه میخواستم براشون تهیه کنم، یه جاهایی که مثلا حتی از لحاظ کاری، از لحاظ این که مثلا خونه ندارن، حالا یه کمک حالی از یه ارگانی نیومدن، منم هیچ اقدامی براشون نکردم. چرا؟ من خونمو دارم، صفحه بالا سرمو دارم، شغلمو دارم. بالاخره یه 5 نفر 5 نفر پایین تر باشه، من 5 نفر بالاترم شکر خدا. ولی اونا چی؟ بعضی هاشون واقعا دارن عذاب میکشن، نیومدن، منم دیگه هیچ کمکی دیگه بعدی نه دست من بر نمیاد، چون اون شخصم دیگه نیستش. اوکی، پس تو تلاشتو کردی. من تلاشم واقعا برای بچهای ترنس کردم، حتی برای همشون هم از لحاظ مشاوره دکتر خیلی کمکشون کردم، ولی از همشون بعضی هاشون هم خوردم موش جونم، اب نداره، من انسانیت خودم نشون دادم. درسته. و سال آخر رو بپرسم و مزاحم جان امت، سوال آخر رو بپرس، من یه چای تلخ بخورم. خب سوال آخر رو بپرسم، مزاحم تایم عزیز و با ارزشت نشم. عزیز دل، در این مراحل سختی که گذروندی، میدونم زندگی خیلی سختی داشتی، همیشه زندگی ترنس های خانوم به آقا خیلی سخت داره نسبت به ترنس های مرد بزن. کی حامید بود؟ حامی روحیه همه چی خانومم و دخترم و بچه هم دیگه، خانوم و بچه هم. و یه سوال دیگه من بودن سوالم زیاد پیش میاد، و در الان پدر بچه ها در ارتباط هستید یا نه؟ همیشه ما خانوادمون همیشه کنار همین بود. اول سوال اول تو گفتم ما ترک نکردیم همیدراریم، ما همیشه هستن. پشت هم بوده و هستیم. آره بودیم و هستیم. چه حرفی دارید برای کامیونیتی ترنس ها، چه ترنس های زن به مرد، چه ترنس های مرد به زن؟ چه گفتن
گفتنی دارید، یک گفتنی برای پدر مادرها بگید، یک گفتنی برای کامیونیتی ترنس ها بگید و یکی هم برای مسئولین. بفرمایید. خب اولا که پدر و مادرها ما رو به دنیا آوردین، بچه‌تون هستیم. ناخنمون یه ذره چیز بشه دلتون درد بیاد، اگه دیدی بچه‌تون مشکل داره حتما به اولین مشاوره ببرینش، نذارین مثل بعضی بچه‌های دیگه بنده خدا عذاب بکشن. دومیش چی بود؟ یادم دومیش ترنسا و ترنسا مسئولین هم میگم. ترنسای عزیز، الهی من دورتون بگردم، ما یک گروهیم انگار تو یه شهری همه ما رو ریختن اونجا، داریم تو یه شهر همه ما ترنسا زندگی میکنیم. خواهشن زاخسی ها همدیگه رو نزنیم، به همدیگه ضربه نزنیم، از همدیگه با همدیگه اینجوری دوست باشین، از این حرف به اون حرف، از این ور به اون ور، اینو با اون میزنین، اونو با اون میزنین، این اخلاقتون رو بذارین کنار، هوای همدیگه رو داشته باشین، به نظر من بهتره. و از مسئولین محترم تهران، کشورها، شهرهای دیگه، خواهشن ما از شکم مادرمون انسان به دنیا اومدیم، مثل همه انسانهای دیگه انسانیم، هیچ کم کسی از کسی دیگه ای نداریم. اگه امکانش هست یه حمایتی واسه بچه های ترنس 100% بکنین، چون همشون واقعا یا کار ندارن یا بیکارن یا ترد شده از خانواده هن، میخوای یه کشور سالم داشته باشی، پس نذار امثالی مثل من با ناسالمی آبروی این کشور ببریم. نه اینکه نمیبریم، این یه کلی دارم صحبت میکنم، دست این بچه های ترنس LGBT ها رو بگیریم مثل کشورهای دیگه. همین به چیزا هم رسیدگی کنین، خواهشم به این آسفالت ها هم رسیدگی کنین، ماشینم به خدا داغون شده. سامان عزیز مرسی که دعوت منو پذیرفتی و بهترین تجربه های زندگی تو برای این ملت عزیز گذاشتی. واقعا خودم انقدر اطلاعاتم زیاد شد در مورد ترنس های خانوم به آقا و اینکه خیلی هم اطلاعاتت بالاست و خیلی هم زیبا و مردمی جواب میدی که همه میتونن هر قشمی این لایو رو نگاه کنن. یعنی خب خیلی خوب و تمیز صحبت کردی، همه چی به جا بود و امیدوارم که بازم ببینمت. بیا بازم خوشحال میشه.